داستان احمق‌ترین آدم دنیا. سلام دوستای گلم، امروز اومدم براتون تا داستان آدم فقیری رو تعریف کنم که میخواست سرنوشت خودش رو تغییر بده. با من همراه باشید تا ببینیم این آدم احمق چطور همه شانس‌های خودش رو از دست میده. در زمان‌های گذشته مرد فقیری زندگی میکرد که آه در بساط نداشت. به هر دری که میزد کاروبارش به راه نمیافتاد. شبی تا صبح از غصه خوابش نبرد، نشست فکر کرد که چه نکنه تا بتونه این سرنوشت رو عوض کنه. آخر سر نتیجه گرفت باید بره فلک رو پیدا کنه و علت این همه بدبختی رو ازش بپرسه. باروبندیل مختصری برای سفرش جور کرد، رفت تا در پیابانی به یک گرگ بزرگ رسید. گرگ جلوش رو گرفت و گفت ای آدمی زاده دو پا، در این بیابان کجا میری؟ مرد گفت دارم میرم فلک رو پیدا کنم تا سر از کارش در بیارم، علت بدبختیامو ازش بپرسم. گرگ گفت تو رو به خدا، اگه پیداش کردی اول از قول من سلام برسون، بعد بهش بگو گرگ بزرگ گفت شب و روز سرم درد میکنه، چی کار کنم تا سرم خوب بشه؟ مرد گفت اگه پیداش کردم پیامتو حتما میرسونم. مرد باز راه افتاد، رفت تا رسید به یه پادشاه که داشت از جنگ فرار میکرد. پادشاه توی جنگ شکست خورده بود. پادشاه تا چشمش افتاد به مرد صدای زد و گفت آهای، از کجا میای؟ کجا میری؟ مرد جواب داد ره گذرم، دارم میرم فلک رو پیدا کنم، ازش بپرسم چرا من انقدر بدبختم، میخوام از سرنوشتم با خبر بشم. پادشاه گفت اگه تونستی پیداش کنی بپرس چرا من همیشه تو جنگام شکست میخورم. مرد گفت بروی چشم و باز راهشو گرفت و رفت تا رسید به دریا. دید ای داد بیداد، دیگه هیچ راهی نیست، تا چشم کار میکنه جلوش آبه، هیچ راهی نیست تا خودشو به اون بره دریا برسونه. ناامید با دلی پرغصه نشست لب دریا. ناگهان یه ماهی بزرگ سر از آب در آورد. گفت ای آدمی زاد، چی شده؟ چرا زانوی غم بغل کردی؟ چرا اینجا نشستی؟ مرد گفت داشتم میرفتم فلک رو پیدا کنم، ازش بپرسم چرا من همیشه فقیرم، چرا روزگارم به سختی میگذره. رسیدم به اینجا، سفرم ناتموم موند، چون اینجا نه کشتی هست که سوارش بشم، نه راهی هست که بتونم پیاده ازش برم. ماهی گفت من تو رو میبرم اون طرف دریا، ولی به شرطی که قول بدی وقتی فلک رو پیدا کردی ازش بپرسی چرا همیشه دماغ من میخاره. مرد قول داد و ماهی اونو پشتش سوار کرد و برد سمت دیگه یه دریا. مرد باز هم رفت تا رسید به یه باغ خیلی بزرگ که انتهاش پیدا نبود. پر بود از درخت‌های سبز و شاداب و بوته‌های زرد و پژمرده. خوب که نگاه کرد دید پای درخت‌های شاداب پر آبه و پای بوته‌های پژمرده از خشکی قاچ‌قاچ شده خاکشون. مرد جلوتر که رفت باغبان پیری رو دید که لباس سفیدی پوشیده بود و ریش سفید بلندی داشت و یه بیل گذاشته بود رو شونش، داشت آبیاری می‌کرد. باغبون از مرد پرسید خیر پیش، به سلامتی کجا داری میری؟ مرد جواب داد میرم فلک رو پیدا کنم. باغبون گفت چه کارش داری؟ مرد گفت تا حالا که پیداش نکردم، اگه پیداش کنم خیلی حرفا دارم که ازش بپرسم، میخوام از توتوی سرنوشتم با خبر بشم. باغبون گفت هرچی میخوای بپرسی و از من بپرس، من همون کسی هم که تو دنبالش میگردی. مرد زوغ زده پرسید ای فلک، اول بگو ببینم این باغ بی سر و ته با این درخت های تر و تازه و بوته های پلاسیده مال کیست؟ فلک جواب داد مال آدم های روی زمین. مرد پرسید سهم من کدام است؟ فلک دست مرد رو گرفت و چند متری آن طرف تر پای یه بوته پژمرده برد و بوته رو بهش نشون داد. مرد به بوته پژمرده و خاک ترک خورده اون نگاه کرد، از ته دل آه کشید، بیل از دست فلک قاپید، آب و برگردون پای بوته خودش و گفت
حالا بهتر شد. حالا بگو بدونم چرا همیشه دماغ اون ماهی بزرگ میخاره؟ فلک گفت یه دونه مروارید درشت توی دماغش گیر کرده. بعد با مش بزنن پشت سرش تا اون مروارید بپره بیرون و حالش خوب بشه. مرد پرسید چرا اون پادشاه تو تمام جنگ ها شکست میخوره؟ چرا هیچ وقت پیروزی نصیبش نمیشه؟ فلک جواب داد اون پادشاه که میگی یه دختره، خودشو شکل مرد در آورده. اگه میخواد شکست نخوره باید شوهر کنه. مرد گفت یه سوال دیگه هم دارم، اگه جوابشو بدی دیگه من میرم. فلک گفت هرچی میخوای بپرس. مرد پرسید دوای درد اون گرگه که همیشه سرش درد میکنه چیه؟ فلک جواب داد باید مغز آدم احمقی رو بخوره تا سردردش خوب بشه. مرد جواب آخر رو شنید، معطل نکرد، شاد و خندون راه برگشت رو پیش گرفت چون بوتش دیگه پر آب شده بود. رفت و رفت تا دوباره رسید کنار دریا. ماهی بزرگ که منتظرش بود تا اونو دید ازش پرسید فلک رو پیدا کردی؟ مرد گفت بله. ماهی گفت پرسیدی چرا همیشه دماغ من میخوره؟ مرد گفت اول منو برسون سمت دیگه یه دریا تا بهت بگم. ماهی اونو سوار پشتش کرد و دوباره برگردون سمت دیگه یه دریا. بعد بهش گفت حالا بگو ببینم فلک چی گفت. مرد گفت فلک گفت مروارید درشتی توی دماغت گیر کرده، یکی باید محکم با مش بزنه تو سرت تا اون مروارید بپره بیرون و حالت خوب بشه. ماهی خوشحال شد و گفت زود باش محکم بزن پشت سرم، مرواریدو بردار برای خودت. مرد گفت من دیگه به این چیزا نیاز ندارم چون بوته خودم رو حسابی سیراب کردم، مرواریدت هم نمیخوام، برو دنبال یکی دیگه بگرد. هرچه ماهی التماس و درخواست کرد مرد برفش گوش نکرد. آخر مرد اونو به حال خودش رها کرد و راهشو گرفت و بیخیال رفت. رفت و رفت تا رسید به پادشاه. پادشاه هم منتظر بود تا مرد برگرده. همین که مرد رو دید پرسید پیام منو به فلک رسوندی؟ مرد گفت بله. فلک گفت تو یه دختری، خودتو به شکل مرد در آوردی، اگه میخوای تو جنگات پیروز بشی باید حتما شوهر کنی. دختر کلاه از سرش برداشت و موهاش ریخ روی شونش و گفت سالهای سال کسی از این راز من سر در نیاورده، ولی تو سر از کارم در آوردی. بیا بی سر صدا منو به زنی بگیر، با من ازدواج کن، خودت به جای من پادشاه شو. مرد گفت حالا که بوتم سیراب شده به پادشاهی چه نیازی دارم؟ حیف نیست آدم وقتاشو صرف این کارها کنه، من دیگه نیاز به هیچی ندارم چون بوتم سیرابه. دختر هر چقدر از مرد خواهش تمنا کرد مرد برفش گوش نکرد. آخر به سر دختر تشر زد و رفت. رفت و رفت تا رسید به گرگ. گرگ گفت ای آدمی زده دو پا، خیلی شنگول و سرحال به نظر میای. دروغ نگفته باشم فلک رو پیدا کردی. مرد گفت راست میگی، دوای سردرد تو هم مغز یه آدم احمق و بس. گرگ گفت برام تعریف کن ببینم چطور تونستی فلک رو پیدا کنی، چی کارا کردی؟ مرد رو به روی گرگ نشست و هرچه شنیده و دیده بود باب و تاب تعریف کرد. گرگ که نزدیک بود از تعجب شاخ در بیاره گفت بگو ببینم چرا مروارید درست رو بر نداشتی برای خودت؟ چرا با اون دختر که پادشاه بود عروسی نکردی تا پادشاه بشی؟ مرد گفت خدا پدرتو بیامرزه، دیگه مروارید به چه کارم میاد؟ دیگه به پادشاهی چه احتیاجی دارم؟ من بوته بختم و حسابی سیراب کردم، تا حالا حتما برای خودش درخت شادابی شده. گرگ سری جنباند و گفت اگه تو از اینجا بری من از کجا احمق‌تر از تو پیدا کنم؟ تند پرید و گلوی مرد رو گرفت، اونو خفه کرد و مغزشو در آورد و خورد. آدم نادونو هر کاری کنن نادونه. دوستای گلم امیدوارم از این داستان لذت برده باشید و درخت شانس شما جزو درخت های پرنشاد و سیراب باشه. اگه داستان رو دوست داشتید ما رو سابسکرایب کنید.